دوستان درود، امیدوارم که همگی خوب باشین. امروز میخواییم راجع به کانتورینگ صحبت بکنیم. تکنیک کانتورینگ در واقع میاد با ایجاد سایه توی صورت عمق ایجاد میکنه. با این کار چیکار میکنیم؟ میایم توی قسمت هایی که میخواییم تو صورتمون عمق ایجاد کنیم یه رنگ تیره کار میکنیم که به صورتمون فرم و شکل بدیم. ما صورت‌های مختلفی داریم، صورت‌های بیزی، صورت‌های گرد، صورت‌های مثلث یا چهارضلعی مثل مربع یا مستطیل. به نظر من همه صورت‌ها زیبا هستن، ولی از نظر استاندارد زیبایی صورت بیزی صورت استاندارد هستش. وقتی می‌خوایم کانتور بکنیم باید در واقع صورت رو به بیزی‌ترین حالت ممکن در بیاریم. مثل همیشه اول با یه مویسترایزر یا یه سرم صورتمون رو مرطوب کنیم. چرا میگم لایه سبک؟ به خاطر اینکه قراره روش دوباره یه فاندیشن دیگه یا یه کرم دیگه برای کار کانتور و هایلایت استفاده بکنیم، دوتاش رو هم دیگه یه زیاد نشه روی صورتتون. برمیره یه لایه خیلی سبک از فاندیشن رنگ پوستتون روی صورتتون، حالا با بیوتی بلندر یا براش هر کدوم که راحت هستین میزنیم. مثل همیشه از قسمت میانی صورت شروع میکنی و آروم فاندیشنتون رو روی صورتتون بلند میکنی. برای کانتور کردن میتونید از یه کرم پود که 2 درجه از رنگ پوست خودتون تیره تر باشه استفاده بکنین که اون رنگ تیره و یا سایه که میخواین ایجاد کنین رو صورتتون رو در واقع باهاش ایجاد بکنین. میتونین از فاندیشن همون مایه استفاده کنین یا میتونین از این استیک های فاندیشن های استیکی استفاده کنین. من بهتون پیشنهاد میکنم مثلا اگه تازه کار هستین از این فاندیشن های استیکی استفاده کنین، من که خیلی راحت هستم. هر قسمتی که از اون بیزی بیرون بمونه در واقع باید کانتور بشه. روی پیشونیش اطراف 2 خط میذارم که حالت بیزی رو ایجاد بکنه روی صورتش و همینطور روی این قسمت در واقع فکش که حالت گرد داره دوباره یه خط اینطوری میکشم که اون بیزی فرضی که دارم میگم رو روی صورتش تصور بکنیم. 2 طرف صورتش که این صورت رو در واقع از اطراف چون صورت گرد هست باریک بکنه و صورت رو به حالت بیزی در بیاره. از اطراف یعنی بالای گوشمون به سمت لبمون یه خط، البته تا لب نمیاریم و همین قسمت رهاش میکنیم، فقط این خط رو به سمت لب میکشیم. دوباره این بار نشون میدم بهتون، از بالای گوش یه خط به سمت در واقع لبمون هستش. کانتور خیلی ساده که اکثر بینی ها انجام میدیم برای باریک کردن بینی اینه که 2 خط کنار بینی میذاریم. من روی صورت مدلم بهتون نشون میدم، ولی مدل من بینیش زیاد مشکلی نداره، ولی باز بهتون نشون میدم. روی بینی 2 خط خیلی یعنی به صورت موازی روی به صورت موازی روی بینی میکشیم. چه قسمت هایی از صورت رو هایلایت میکنیم؟ قسمت هایی که به صورت طبیعی روی صورت برجسته هستن، مثل قسمت های بالای گونه، قسمت میانی پیشانی، قسمت بینی، قسمت هایی که در واقع در حالت طبیعی خودشون برجسته هستن. روی مدل هم که میبینید من روی قسمت بالای گونهش رو، استخوان گونهش رو هایلایت میکنم، قسمت میانی پیشونی رو هایلایت میکنم. برای هایلایت هم از یه فاندیشن یه ذره روشنتر یا از کانسیلرتون استفاده بکنید. قسمت روی بینی رو یه مقدار هایلایت میکنم و میتونیم یه مقدار بالای لب رو، چون معمولا این قسمت لب حالت برجسته داره، اون قسمت رو هم میتونید هایلایت بکنید.
بلند کردن خیلی مهمه توی این تکنیک، به خاطر اینکه اگر اینا خیلی خوب بلند نشن تو هم، حالت خط روی صورت میمونن و اصلا حالت قشنگی نداره. باید خیلی خوب اینا تو هم فید بشه که اصلا هیچ خط و مرزی مشخص نباشه. برای این کار چیکار میکنیم؟ اول میایم قسمت‌های تیرمون رو شروع میکنیم به بلند کردن. برای بلند کردن اصلا بروسمون یا بیوتی بلندرمون رو نمیکشیم، ضربه میزنیم همون جایی که هستش، همون جایی که هست ضربه میزنیم تا این بلند بشه. بعد دوباره بر میداریم بیوتی بلندرمون یا بروسمون رو تو قسمت بعد میذاریم، یعنی این دوتا رو با هم یه وقت قاطی نمی کنیم رنگ ها رو، چون اون سایه روشنی که ایجاد کردیم در واقع از بین میره و اون بودی که میخوایم ایجاد نمیشه. برای قسمت بینی دقیقا همون جا رو به سمت داخل بینی بلند میکنیم، بیرون نکشین که تیرگی ها به سمت بیرون بره، آروم همون جا رو ضربه میزنیم تا بلند بشه. از یه قسمت دیگه بیوتی بلندرمون که حالت تمیزتری داره یا یه براش دیگه که تمیز هست شروع میکنیم قسمت هایی که هایلایت کردیم و بلند میکنیم، دوباره همون جایی که هستش ضربه میزنیم. دوستای خوبم، اینم از در واقع تکنیک کانتورینگ. فقط یه نکته مهم توی تکنیک کانتورینگ این هستش که حتما رنگی که استفاده می‌کنیم باید یه قهوه‌ای خیلی طبیعی باشه، یعنی قهوه‌ای که توش قرمزی نارنجی نداشته باشه، از یه رنگ طبیعی استفاده بکنید و اینکه حتما خیلی خوب بلندش بکنید که خط‌ها توی هم محو بشن. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و دوست داشته باشین. تا برنامه بعد.